่ะRadio Televisione Mihan. فرکانس جدید ماهواره یاسط AM6 Express Transponder A04 Frequency 12594 MHz Polarity Vertical Symbol Rate 27500 رادیو تلویزیون میهن. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز زیبای دوشنبه. دوشنبه است که به حال از یلداست، یعنی از امروز دیگه روزا یواش یواش شروع میکنن به بلند شدن و در حقیقت و شبها کوتاه شدن و میریم به سمت تابستان و بهار و بهار و تابستان در حقیقت. اول آذر است و طبق تقویم کشاورزی الان دیگه دقیقا زمستان آغاز شده است و اول زمستان است، یکم ماه دی است و 21 دسامبر. خواهش میکنم قبل از اینکه برنامه رو به طور رسمی آغاز کنم، یه بار دیگه اگر دقت کرده باشید من آدرس جدید ساتلایت رو دارم اینجوری معرفی میکنم به شما. ما از روی ساتلایت یوتلسات تغییر کردیم، یه پله تونستیم با همت شما، با حمایت‌های شما یه پله بریم بالاتر و اکنون روی یاسط برنامه رو پخش میکنیم که این فرستنده یاسط طبیعتاً فراگیری بیشتر و بهتری رو داره، مناطق بیشتری رو پوشش میده، ضمن اینکه قدرت فرستندهش هم قوی تر از اون یاسطه. طبیعتاً بابت این همه اینا هزینه‌ای که ما پرداخت میکنیم هم طبیعتاً بیشتره و فکر میکنم صدا رو اینطوری بتونیم به عزیزان در سایر نقاط برسانیم. گرچه که اینترنت امروز همه جا هست و ما به عنوان پیشتاز در زمینه رسانه‌های اینترنتی هر کجایی که اینترنت هست، هر کجایی که پورتال اینترنت هست، مثل روکو، مثل اپل تیوی، مثل جی ال ویز، مثل تیوی باد، مثل جادو، هر کجایی که اینا رو میتونید تهیه کردید، میهن رو میتونید، رسانه میهن رو میتونید دنبال کنید. بنابراین آدرس ساتلایت رو به دوستانتون معرفی کنید، اساساً آدرس سایت رو در درجه اول به دوستانتون معرفی کنید، اپلیکیشن رو دانلود کنید، کمکتون میکنه، شبکه های اجتماعی رو مشترک بشید که لینک هایی که در شبکه های اجتماعی مثل توییتر و فیسبوک و یوتیوب و غیره قرار میگیره به دست شما همون لحظه برسه. لینک ها رو بعدن لایک کنید، اما شیر مهمتره. لایک حالا اونقدر تعدادی نیست که مثلا مهم باشه، ولی بهتر از دیسلایک، این معلومه، اما عرضم به حضورت که حتما شیر کنید و لایک کنید که دوستان هم بتوانند ببینن. اما بنا به درخواست شما عزیزان و تقاضای من از جناب آقای ناصر شاهین‌پر، این افتخار نصیبم شد که یه بار دیگه در یک دوشنبه دیگر در خدمت آقای شاهین‌پر نازنین باشم. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان و علی‌الخصوص علاقمندان و کسانی که ایمیل های مرتب میزنن در مورد حضور بیشتر آقای شاهین‌پر، عرض ادب و احترام کنم به این بزرگوار، سلام کنم از طرف خودم شما به آقای ناصر شاهین‌پر. عرض ادب و احترام دارم، بسیار سپاسگزار از حضور شما. من هم عرض سلام دارم
همه بینندگان عزیز و همه هموطنان عزیزم که ما رو میبینند و میشنوند، به شما امیدوارم که بتونم سریع و سالم در خدمتتون باشم. ممنون از شما، سپاسگزارم. ازم به حضور شما که چون نکاتی که شما مطرح میکنه آقای شاهین پر نکاتی است که کمتر کسان جرأت میکنن دست بهش بزنن، چه برسه به اینکه اصلا وارد بحث و گفتگو بشن. از این بابت خب همه خوشحالن و علاقمندن که از زبان شما این موضوعات شنیده بشه. یه موضوعی که امروز هست این بحث ابتذاله و ما هرچی جلو رفتیم در این 40 سال هی در این ابتذال بیشتر و بیشتر غرق شدیم و میبینی که مثلا آدم های معروف، مثلا برنامه سازهای خوب، مثلا یکی مثل این آقای سینای ولی الله که یک شومن درجه یکی به نظر من کارهای ارزنده انجام میده، ولی هرچی جلو اومده ما نگاه میکنیم این هم به سمت ابتذال میره، یعنی تو برنامه‌هاش از لغات سخیف استفاده میکنه و شاید منم همین کارو میکنم، حتما هم این کارو میکنم، ولی نه به اندازه این کسان. و اینو تو سینما میبینی، تو تئاتر میبینی، تو نوشتن میبینی. ما یه کسی بود به نام اکبر سردوزامی یه شعرهایی اینطوری میگفت، اصلا همه میگفتن آقا این چرا اینجوری حرف میزنه، ولی امروز نگاه میکنیم اینی که همه دارن همینجوری حرف میزنن. نبود این همچی چیزی، کم بود یا نبود یا نمیدیدیم. من میخوام از شما به عنوان کسی که به حال مینویسی، با نویسندگان شعرا ارتباط نزدیک داشتید، همراه بودید با احمد شاملو، تو همه این آدما کسی مثل شما اینقدر به شاملو نزدیک نبوده، شاملو همیشه شما رو بر اساس کتاب شما رو ناصرک صدا میکرده یا ناصر کوچولو در حقیقت. این نه چیه؟ این ابتذال. یکی تسخیر داریم، یکی تحبیب. چی هست آقا؟ یکی تسخیر داریم در زبان فارسی و یکی تحبیب. آه، این که دوست داشتنی بوده. بله. آه، نه که کوچک. نه، مثل حسنک وزیر مثلا. آه، اوکی. بله. اونم به من یه کوچک نیست، اونا حسن گرامی، حسن عزیز. آه، ممنون ازت که به ما مثل همیشه یاد دادی. دو تا که داریم. بله. اوکی. ممنون از شما. حالا بریم سراغ این بحث ابتذال و از شما میپرسم که این چیه و آیا در گذشته هم بوده نبوده و چرا خب وجود داره امروز؟ باشه، چشم، من در این مورد صحبت میکنم با شما. حیف که از یک کسی اسم بردید، البته اون اسمی که بردید من برای اولین بار میشنوم، تا به حال این آقا رو نه دیدم، نه اسمش رو شنیدم، نه برنامه هاش رو شنیدم و دیدم و نه در بحثی که می کنم با آدم به خصوصی طرفم. طبیعتا نه، من به عنوان چهره معروف شما من رو با اشخاص در نینداز. نه نه، هرگز من در کلیات صحبت می کنم، 100%. اشخاص کار ندارم. اما نه، قبل از اینکه وارد این بحث بشم، به این سوالی که شما فرمودید بشم، به من اجازه بدید یک نکته کوچیک رو یادآوری کنم به دوستان عزیزم. 2-3 سال پیش من و عزیزان من، هموطنان من، من رو تحت فشار قرار دادن بر سر یک موضوعی. ظاهراً 2-3 سال پیش یه توضیحاتی دادم ولی یادشون رفته. 2 مرتبه ایمیل هایی به من میرسه مبنی بر این که آقای شاهین پر، شما چرا اصرار داری که اول برنامه بگی سلام و نگی درود؟ من میخوام یه بار مفصلتر جواب این سوال رو بدم. چقدر خوبه. من در جوانی 3 ماه تابستون رو خانواده ما در یه لا زندگی میکردن در یه جایی اطراف تهران. در اونجا من یه قطع زمینی دیدم که دیوار نداشت، اما صاحب زمین یه در
رو اردو بود کوبیده بود رو زمین، یه در بی دیوار. همونقدر که اون در بی دیوار از اون زمین حفاظت نمی کرد، همون قدم اگر من بگم درود از زبان فارسی حفاظت نکردم. به چند دلیل. یک این که نه زبان فارسی، هر زبانی، اونیست که مردم میگند، یعنی دانشمندان زبان، زبانشناسان اگر جایی گیر بکنن میرن سر چارسو های میسن ببینن آبرینی که رد میشن چی میگن، اونو یادداشت میکنن و سند میکنن میرن. زبان زبان مردمه. دو این که این زبانی که امروز با بار صحبت میکنیم آنچنان آغشته است به زبان، به زبانهای عربی، ترکی و غیر این دو زبان، یونانی، فینیقی، که یک مجمعی از استادان زبانشناس لازمه که بیان چندین سال زحمت بکشن، شاید 10% اینو کم کنن و به جاش فارسی فراموش شده رو بگذارن یا فارسی بسازن بگذارن. این کار من نیست، من سواد این کار ندارم. این حرف اولم. من در ذهنم کسانی رو که آمدن توی تلویزیون ها صحبت کردن و ادعای فارسی سر حرف زدن داشتند و گفتن درود اگر پروانه بدهید به زرس قاطع ما این کار رو انجام میدهیم، من چون اون اشخاص رو تو ذهن خودم مسخره کردم، حالا دیگه نکنم خودم مسخره. یک جمله کوتاه به شما میگم. دیروز در مدرسه معلم انشا مرا تشویق کرد. قیدشو فعلش فارسیه، بقیه تمام کلماتش عربیه. بنابراین جست این کارا رو گرفتن در حالی که سوادش هم نداشته باشیم، این کار سواد میخواد، شعور میخواد. در حالی که سواد این کارم نداشته باشیم، جست این کارا رو بگیریم، اینا دکونه برادران عزیزان. من هیچ وقت حاضر نشدم یه دکون باز کنم. من یه فروشنده دورگردم. دست سلام بردارید، برید پیش اونها که فارسی سره بلدن، فارسی سره حرف میزنن، با اونا از اونا بخواید که به شما بگن درود. برای من فرقی نمیکنه، چون میزان آغشتگی زبان فارسی رو آنچنان این زبان با ترکی مخلوط شده، تو گویی که شیر و شکر با هم مخلوط شدن، دیگه جدایی ناپذیرند. همین که شما میگه آقا، خانوم، داری ترکی حرف میزنی، تو در زبان فارسی برای مؤنث و مذکر خطاب به یک مذکر و مذکر چیزی نداری. بعد بیایی به من فشار بیاری من بگم درود، خب این مسخره نیست؟ تمام وسایل صبحانت رو بشمور، قوری، استکان، نلبکی، سماور، هیچ کدوم اینا فارسی نیست. آخه قربونتون، اگر آدم بدونه و یه حرفی رو بزنه، نه من معتقدم شما دوستانی که به من فشار میارید که چرا نمیگی درود، عمق کار رو نمیدونید. با درود گفتن مسئله حل نمیشه. یک، اصراری هم نداشته باشید که زبانتون رو فارسی سره بکنید. هیچ زبانی سره نیست، نه فرانسه، نه انگلیسی، نه آلمانی، نه عربی. 1200 واژه فارسی تو قرآنه فقط.
60,000 واژه فارسی در لغتنامه های تدوین شده عربی است. در فرهنگ جوالیقی 60,000 واژه رو که تو معرباتش گفته این رو فارسی هم. از فارسی آمده. زبان اونم اگه بخواد که فارسی زدایی کنه باید زانوی خم بغل بگیره چوندک بزنه ببینه چه خاکی باید به سرش بریزه. نه این از این شوخی ها نکنید. ببخشید این عرضم. حالا بحث بر سر ابتذال بود و اینکه بله ببینید آقای بهبهانی، اولا کلمه ابتذال در لغت یعنی کم ارزش، کمبها. حالا این معنی رو داشته باشید. همه جوامع بشری، آمریکا، فرانسه، ایران، روسیه، همه جا، چین، ژاپن، همونطور که طبقات وجود داره، طبقات مالی اقتصادی وجود داره، همینطور هم طبقات فرهنگی وجود داره. ما اگر بخوایم خیلی بحث ساده کنیم، خیلی قابل فهمش بکنیم که البته به این سادگی نیست، بگیم مثلا طبقه الیت و طبقه عامه، که تو اون عامه تازه اقشار مختلف زبانی وجود داره، حتی زبان. اون چیزی که میگه، کلماتی که مصرف میکنه، جمله بندیاش، باز اون قابل طبقه بندی کردنه. بنابراین حالا یک جوامعی هستن که سنتی شدن و پیشرفت کردن، نمیدونم علم و همه چی توشون توسعه پیدا کرده و اون جامعه الیتش خود به خود جامعه بزرگیه. کشورهای عقب مانده در حال توسعه، اون جامعه الیتش جامعه بسیار 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 کوچیکیه، شاید 2-3% جمعیت رو تشکیل بده. اون 97% هم در اقشار مختلفی هستن. خب این جامعه الیت میاد برای خودش میخواد زندگی بسازه، کتاب مینویسه، سینما تولید میکنه، نقاشی میکنه، شعر میگه. اون توده که حرف این رو نمیفهمه، اختلاف فرهنگی فوق‌العاده زیادی بین اون توده و اون الیت هست. در نتیجه اون میره برای خودش نقاشی میکنه، شعر میگه، داستان مینویسه، تئاتر درست میکنه، سینما درست میکنه. خط کشی ها در جامعه مثل جامعه ایران که کمبود فراورده های فرهنگی هست، فشار سانسور هم بوده، یه مقدار اختلاط هم ایجاد شده. به این معنی ببینید یه روشن فکر، یک از طبقه تحصیل کرده تر یا بگیم طبقه بالای فرهنگی، هر اسمی میخواییم روش بگذاریم، چون دلم نمیخواد دو کلمه روشنفکر بازی کنم، اصلا مقوله دیگر است. ما همه به هم دیگه میگیم روشنفکر، چنین نیست. ممکنه یه درس خونده باشیم، دانشگاه رفته باشیم، کتاب خونده باشیم، خیلی کتاب خونده باشیم، بازم نمیتونیم به خودمون بگیم روشن فکر. تقسیم بندی ها و طبقه بندی ها رو به هم بزنیم و خودمون رو در یک جایی جا بدیم. روشن فکر به کسی میگن که میتونه حقایق رو کشف کنه و بیان کنه حقایق. اگر کسی حقایقی رو بیان کرد، به اون میگن روشن فکر. این
تعریف آخر. البته من به شما بگم آه. در فرانسه، در ایتالیا، در آلمان آمدن تعاریفی برای روشنفکر گذاشتن و گسترده ترش کردن. مثلا هرکی با قلم و کاغذ سر کار داره ما بهش میگیم روشنفکر، هرکی که کتابخانه داره ما بهش میگیم روشنفکر، هرکس که شغلش با تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش و اینجور ارتباط داره بهش میگیم روشنفکر. حالا فراش مدرسه هم این وسط نمیدونیم چه کار است، یا همون آقا معلمه. نه، این تعاریف وجود داره، ولی اون تعریف نهایی و آخری، اون نقطه آخر این است که روشن فکر کسی است که بیاندیشه، از طریق اندیشه کشف حقیقت کنه و حقیقت رو بیان کنه، اگر شده به قیمت جانش. به این گفته میشه روشن فکر. حالا بریم کنار. بنابراین وقتی من میگم اگر از دهنم پرید گفتم روشن فکر، بدونید که منظورم اون روشن فکر نیست، اون طبقه ای که سواددارتره، هنرمندتره، نمیدونم الیت جامعه است. به هر حال این الیت جامعه میاد برای خودش فیلم میسازه، فرض کنیم میاد خشت خام میسازه. اون گروه توده از این فیلمه هیچی سر در نمیاره. خب تا آخر عمرش بی فیلم بمونه، اون هم میره برای خودش فیلم میسازه، اونم تو خودش آدمایی رو پیدا میکنه، موضوعاتی رو پیدا میکنه، و حتی اگر قرار باشه که از طریق خواستن، خریدار بودن، اون دیمند رو به وجود بیاره و یه آدم دیگه رو قرض کنه، بگه تو بیا اینو برای من بساز. آقای سانوار خاچیکیان مثلا فیلم فلانه میسازه، یا نمیدونم آقای فلانی فیلم گنج قارون رو میسازه. خب فیلم گنج قارون پاسخگوی توده عظیمی از مردم ایرانه که این سهم رو از درک هنری دارند. من هرگز نمیگم که بله تفاوت هنری، تفاوت تکنیکی، تفاوت ارزشی بین فیلم گنج قارون مثلا، یه فیلم خوب بگیم گوزها مثلا، وجود داره. فیلم باران آقای بیضایی، رگبار آقای بیضایی، وجود داره، اینو میدونیم. ولی فیلم رگبار آقای بیضایی برای یه گروه محدودی از جامعه ایرانه که این فیلم رو بفهمن و از دیدنش لذت ببرند، لمسش کنند. اون توده بناچار اونم فیلم لازم داره، اونم سینما لازم داره، میری میسازه. من و شمای متعلق به جامعه الیت با اون میگیم مبتذل. اون حرف خود چی میزنه؟ حتی دقت میکنه ببینه که، حالا به قول شما حرف بدم میزنه، حرفای زشت و رکیک هم میگه مثلا، باز دقت میکنه ببینه که شنوندگانش از شنیدن حرف رکی خوششون میاد یا بدشون میاد، خریدار داره یا خریدار نداره. اگه خریدار نداشته باشه نمیگه. حالا فاصله به حدی زیاد، بذارید براتون یه مثال بزنم. من یه سفری داشتم از کابل به هرات با دو نفر دیگه که همسفر من، یه ماشین رو در بس کرایه کردیم، راننده افغان بود. این راننده یه نوار داشت، یه کاست داشت و این کاست هی میذاش فشار میداد صداش در میآمد. و یکی از این تصنیفای کافه‌های کافه لاتیای ما بود، مال تهران بود. یه صدای زنانه‌ای خیلی لوند و سکسی میگفت آی آقای راننده، بعد یه صدای گردنکلفتی میگفت بله 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 خانم.
اون باز با اون صدای لوندش بگو بذار توی دنده. تمام تصنیف همین بود، البته چیز دیگه هم میگفت ولی ترجیبندش این بود، رکن قضیه این بود. 100 کیلومتر رفتیم این دو سه بار اینو گذاشت، 200 کیلومتر رفتیم 4-5 بار دیگه گذاشت، یعنی هر وقت تموم میشد دارتم اینو از سر میکرد و پخش میکرد. من دیگه کلافه شده بودم توی این ماشین. دو سه دفعه باش سر صحبت باز کردم که آقا سیف شما چیزی دیگه ای نداری بذاری عوضش کنین و هرچی ازش خواهش تمنا کردم، اونم گفت نه آقا سیف این بسیار گپ هست، این خیر خیراته، خیلی خوبه، من میخوام اینو بذارم. تا اینکه رسیدیم به یه قهوه خونه بین راه که استراحت کنیم و سطح چای خوردن به فکر من افتاد که من برم این نواره رو بردارم بندازم تو بیابون، براش هم این کاری کردم. رفتم به هوای این که برم مثلا دستشویی رو برگردم، رفتم این نواره رو درش آوردم و پرک کردم تو کویر، صحرای دشتی کویری اومد. این آمد و ما رو سوار کرد و نشستیم و آمد نوارش رو بذاره دید نیست وایستاد. گفتیم آقا چرا ویسدی؟ گفت من نوارم گم شده. چی شده؟ گفتیم ما نمیدونیم. گفت حتما اونجا که بودیم دوز برده اینا، من باید برگردم. حدود 15 کیلومتر رو این برگشت، روز ما رو شب کرد و نتونست نوارشو پیدا بکنه. ما که از شنیدن اون تکرار مکررات خسته و عصبی شده بودیم، از عملیات بعدیش بدتر شکنجه شدیم. پدر صاحب اون روز در من این وا نمیداد، این برایش جواهر گران قیمتی بود، این عزیز بود برای اون. اون چیزی که برای اون عزیزه من میخوام بگم که مفتزهه، درسته؟ بفرمید. ببخشید عرضم به حضورت که من حرف شما رو میفهمم کاملا، هم درست میگی، هر کسی مشتری خودشو داره برای مخاطبش حرف میزنه، اما یه معیاری به نظر من هست و اونیه که اون رسالت، اسمش رسالت رسانه است و آدم برای چی این کار رو میکنه. قرار نیست که من دنبال اون برم، قرار حالا میرسیم به اونجا. بفهم متوجه هستم. آره میرسیم، این مقدمات عرض بنده است. بفهم ببخشید. اینکه در واقعیت حالا بگید ژانر، بگید نام سگمنت جامعه، هر اسمی میخواید روش بگذارید، واقعیت این است که توده ها میخوان که نقاشی خودشون رو داشته باشن، هنر خودشون رو داشته باشن، انواع هنرها رو داشته باشن، تا اونجایی که به قلم و کاغذ ارتباط مستقیم پیدا نکنند، یه کسی دیگه براشون بنویسه. وقتی اون نویسنده رو پیدا میکنند خریدارش میشن، اون نویسنده معروف میشه. حسین قلی مستعان از صادق هدایت و احمد محمود بیشتر مشهور شد. چرا؟ برای که خواهان داشت، خواننده داشت. ما با اون نمیتونیم معترض باشیم. میخواستم اینه بگم، این برای خودش شعر داره، برای خودش آواز داره، موسیقی داره، آواز خون داره. این آواز خونها رو شما اسمشو بیشتر بلدی بگی، همین الانش هم هستن تو آمریکا هم هستن، یا آقای هست خیلی چاق و گنده است، آقای یسایی همچه اسمایی داره. قبلا هم داشتیم دیگه، من این اسما یادم میره، شما بگو. اون آقای که بلخ میشد سیناهاشو تکون تکون میداد اسمش چی بود؟ آقاسی و فلان. آقاسی مثلا، اون خانومه که میگفتن خاننده خاکیه. ببینید اینا زلزله کردن تو ایران، اینا قلقله کردن تو ایران. چی این قلقله رو بپا کرد؟ مثلا معیار بود تو جامعه موسیقی، میگفت رو دست آقاسی زدی بس بهترین رو تو ساختی. خواهان داشت. چرا؟ برای اینکه کیف
اون عوامی که ما میگیم خیلی گسترده تر بود از اون طیف الیت و تحصیل کرده و نمیرم هرچی که میخوام بهش بگیم در مقایسه با سایر کشورها. مثلا اگر در فرانسه امروزی اون گروه الیت جامعه 15% جمعیت رو تشکیل میدهد و بقیه رو میگیم توده عوام و اونا ادبیات خودشونو دارن، هنر خودشونو دارن، اونا دارن، در مورد ما 99.9% بوده. اینا حواسمون باشه. از کجا میتونیم اینو بفهمیم؟ از تیراژ کتاب ها، از تماشای فیلم های روشن فکری، اکران شدن تئاترهای خوب. حالا اینکه تئاتر متعلق به توده، متعلق به عوام 12 ماه 14 ماه بود نمایش داده، اما تئاتر خوب 3 جلسه 4 جلسه نمایش داده میشد و تعطیل میشد میرفت. این کیف وسعت نداشت. بنابراین یک تفاوتی بین کشورهای پیشرفته، پیشگرهای که فقیر نیستن، ثروتمندن و این از به دلیل ثروتمند بودن سطح فرهنگی توشون بالا آمده، تو دارای توسعه فرهنگی هستند، یه فرق عمده‌ای وجود داره بین اونها و من ایرانی. من ایرانی که مشکل آموزش پرورش اما هنوز حل نکردم، هنوز در کشور ما مشکل آموزش و پرورش حل نشده، مشکل سواد آموزی حتی هنوز حل نشده. شما اینو بدونید، امروز در دنیا کشورهایی وجود دارند که یه آدم زنده الانش میتونه ادعا کنه که 15 نسله که تو کشورش یک بی سواد وجود نداره. خب اون کشور تفاوت داره با جایی مثل ایران. اینا رو داشته باشین. یک چیز در ایران این خط‌کشی هایی که من دارم به شما میگم رو تغییر داد. اول استفاده ابزاری از این عوام و در نتیجه قدرت گرفتن این عوام. هیچ جای دنیا به این شکل از عوام و ناس استفاده ابزاری نمیشد. ما در ایران آیت الله هایی داشتیم، آخوندها، نمیدونم شیخ ها، آخوندهایی داشتیم که 5000 نفر 10000 نفر چوبدار داشتن، چماخکش داشتن و اگر لازم بود اون 10 نفر 10000 نفر یا 5000 نفر رو که بسیج کنن، پشت سر اونها 50000 نفر دیگه هم را می افتادن. سیاست ها آمد استفاده ابزاری کرد از آدم هایی که می باید سر جای خودشون می نشستند. اینا رو گنده کرد. وقتی که اینا رو بزرگ کرد، قدرت داد، اینها حرفشون، عملشون معیار شد. این گوشه کارم داشته باشید. اون چی که مهمه این است که ما مردم به دلایل متعدد و متعدد تاریخی در مقابل مسائل، موضوعات، پدیده ها با عصبانیت برخورد میکنیم. عصبی هست. چرا؟ برای اینکه دینمون از آغاز، نه دین اسلام ها، از زمانی که زرتشتی بودیم تا حالا به ما یاد داده که این هست و لاغیر. همیشه ما در اختاب حد امر ایستادیم، یا سیاه یا سفید،
بنابراین یه همچین آدمی اگر یک کلمه خاکستری در مقابلش قرار بگیره با عصبانیت با این برخورد میکنه. من نمیتونم این رو قشنگ برای شما تجزیه تحلیل بکنم مگر اینکه از شما دعوت کنم که این کامنت هایی که هموطنان ما پشت یه برنامه میگذارم، مثلا همین برنامه مثلا یا هر برنامه دیگری، هر مصاحبه ای، هر خبر سیاسی، هر چیزی، برید به این کامنت ها رو بخونید. من رفتم خوندم چندین بار نمونه برداری کردم از 100 تا، 80 تا، 150 تا و درصد گرفتم، متوجه شدم که یه واقعیات خیلی خیلی تلخی پشت این وایستاده. اون این است که یک، همه عصبانی هست، همه فوش میدن. شما به کامنت ها نگاه کنید، از فوش خارمادر و پایین تنه هست تا مرگ، مرگ بر تو، مرگ بر اون، مرگ بر اون فران هست. یا صرفا مرگ بر اون و زنده باد اونه، یعنی غیر از اون چیزی دیگه این وسط وجود نداره. من آدم اظهار نظر کنم که این آقای شمس‌الدین زیادآبادی چی گفت، آدم کامنت بدم مرگ بر اسرائیل، زنده باد ایران. مثلا یه درصد زیادی رو نگاه میکنید ببینید که آمده کامنت داده ولی هیچ کامنتش به این موضوع ربطی نداره. وقتی شما میایید نگاه میکنید با دیکته غلط، با انشای غلط داره به یه آدمی فوش میده که اون فوشه رو از نظر دیکته فارسی غلط نوشته. این پیچیدگی عصبانیت قومی ناشی از عقب ماندگی، ناشی از سانسور. سانسور خیلی بلا سر جامعه میاره. یکی این که انسان رو از شرکت، از مشارکت در مسائل، بحث ها، گفتگوها دور نگه میداره. وقتی که این انسان یه جا احساس آزادی میکنه، میخواد بیاد اظهار نظری بکنه، چیزی برای گفتن نداره. وقتی میخواد تصمیم بگیره، انقلاب میکنه، باز چیزی برای گفتن نداره. باز نمیدونه چه تصمیم. بالاخره ما 97.5%مون به جمهوری اسلامی رأی دادیم دیگه برادر. شوخی که نیست که. چرا؟ برای اینکه از زیر یه سانسوری، از زیر یه اختناقی بیرون اومدیم، درست مثل آدمی هستیم که یه نفر دیگه کلش کرده توی یه بشکه آب نگه داشته و در لحظه نزدیک به خفگی سرش از آب آورده بیرون. این آدم چیکار میکنه؟ نفس نفس میکشه. عملیات ما همش این شکلیه. من دارم میبینم که بدون اینکه ضرورت داشته باشه، بدون اینکه هیچ کسی کلمه‌ای چیزی این آقا رو عصبانی کرده باشه، این آقا با عصبانیت کامل و با حرف رکی، با فحش دادن مواجه میشه با یه موضوعی. عام شدن این قضیه، توده‌ای شدن این قضیه از یک طرف، از یک طرف دیگه. ما سفر کردیم، از مملکتمون مهاجرت کردیم، اومدیم به یک کشوری دیگری. چه کوله باری رو دوشمون بوده؟ اگر از من ناصر شاهین پر بپرسید که تو که از ایران بلند شدی آمدی آمریکا، اروپا، بعد آمریکا، فرقی نمیکنه. اون سنت ها، اون فرهنگ، اون عرف، اون هنجارهایی که برات خوب بود گشودی کلوت اومدی، اونا چی هست؟ اکثر ما نمیشناختیم، نمیدونستیم. به همین دلیل هم در
لس آنجلس بیشتر از کل تهران یا ایران کلاس مولانا شناسی باز شد، کلاس حافظ شناسی باز شد. اینقدر که اینجا از این کلاس ها دایر شد، چرا در ایران نبود؟ چرا؟ برای اینکه آمده به اینجا و با خودش باید فرهنگی نمایندگی بکنه از یه فرهنگی، حالا اون فرهنگ رو نمیشناسه. به همین دلیل این کلاس ها، این نوع نشست برخواست ها رونق پیدا میکنه و بعضی ها میرن توش پولدار میشن. بونش کار نداری، همچین آدمی میبینه که یک گوینده آمریکایی رادیو پشت رادیو صداهای بدبدی ول میده و بهش اضافه حقوق هم میدن. حرفای بد میزنه ولی مشهورتر میشه، قیمتش هم بالاتر میره، بدون اینکه رفت بده که این از چه خلل فرجی در جامعه آمریکا عبور کرده، این آقا که صداهای بد پشت برنگوی رادیوش ول میده و حرفای رکیک میزنه و بهش اضافه حقوق میدن، دلیلش چیه؟ چطور شده که اون شکلی شده؟ این هم این کارو میکنه، میگه میشه کرد، ما چرا نکنیم؟ چفت و بست و باز میکنه. من اسما یادم نمیمونه که پرهیزم میکنم که اسم اشخاص رو بگم البته، ولی یه گوینده رادیو بود که همطور که شما میگید از پشت میکروفون رادیو آمریکایی در نیویورک صداهای بد ولاد، بعد حرفای رکیک زد، بعد قیمتش رفت بالا به چند میلیون دلار در سال رسید، یا به چند صد میلیون دلار در سال رسید، برای که یک گروه از جامعه آمریکایی از این مزخرفگویی به دلایل خاص خودش خوشش می آمده و بیشتر به اون رادیو گوش داده، قیمت آگهی های اون رادیو رفته بالا، در نتیجه قیمت این آقام رفته بالا. من ایرانی این محاسبات دیگه نمی کنم، اینجوری که آمریکاست، دموکراسی، تمدن بزرگ، توش حرفا رو میزنن، پس ما چرا نزنیم؟ مقدار بسیار زیادی از برنامه هایی که آقای قائم مقام، آقای سعید خان، شما بهبهانی، شما میبینید و توش حرف مستهجن میبینید، نمیدونم از این بیپروایی ها میبینید، دلیلش اینه که یه آدمی بین زمین و آسمان معلقه، به هیچ جا تکیه نداره، از ایران اومده، اگه بگن حالا تو هویت ایرانی خودت رو بشین برای من بگو، چیزی برای گفتن نداره. مشکل ببینید خیلی سخت توضیح دادن این حرفا. آره میدونم، ولی باز آخه تو سینمای فارسی درون ایران این بیشتر میزنه بیرون، تو تلویزیون خود ایران این بیشتر میاد بیرون، اونجا رو نمیفهمم چرا اینقدر این به جای اینکه اینو بکشه به سمت تعالی خودش میره به قهقرا، از اون ور میفته، اینو هنوز نفهمیدم. بله ببینید، اون ما یه مشکل دیگه هم داریم، ما مشکل بحران فرهنگی هم داریم، حواسمون باشه، ما بحران فرهنگی از هر دری و به هر دلیلی میتونه به وجود بیاد. شما نگاه کنید ببینید هر امر و نهی یا هر قانون ناهنجاری یا هر حکمی دیکتاتور معابانه میتونه تاثیر بذاره در تمام روش و منش افراد جامعه و سرایت بکنه به کار هنر. شما مراجعه کنید به اشعار دوره صفوی، شما اگر شعرهای شاعران دوره صفوی رو بخونید میبینید که چون
اولا گفتن آقا این مزخرفات چی میگی؟ اگه در متن امام حسین علی میگی ما به سله میگیم، اگر نه برو به کاره. در چه شاعران خوب بلندش هم میرن، میرن هند، میرن عثمانی، این ور اون ور، حتی عثمانی که خانه دشمن بوده ها میرن، نمیمونن، بیشتر میرن هند. اونی که مونده از اون چه که جلوش گذاشتن میتونه برداره دیگه، از امکاناتی که بهش دادن میتونه استفاده بکنه. حالا نمیخواد مت علی و حسن و حسین هم بگه، ائمه رو بگه، میخواد شاعر باشه. ببینید به کجاها رسیده کارش. کاش من یه نمونه دستم بود الان، چون حفظ نیستم هیچ وقت، براتون بخونم که همش صحبت این پسرای گرجستانی رو می آوردن 6 ساله 7 ساله لباس دخترونه تنشون می کردن و تو قهوه خونه ها یه اصفهان اینا رو می رخصوندن. البته پسر ایرانی هم بود، پسر اصفهانی هم بود، هم پسری که استعداد این کار داشت دختر پوشش، به اصطلاح می گفتن دختر پوش، دختر پوشش می کردن و می آن تو قهوه خونه ها می رخصید، موشو بلند می کردن و معمولا اینها مورد استفاده جنسی هم قرار می گرفتن. حالا در 15 تا شاعری که معروفن از دوره صفویه باقی موندن، دیوان اشعارشون مملو از شعرهای عاشقانه برای این پسر بچه هی و قیمتش. جامعه محل بده و بستونه. وقتی که از اون ورش بگیریم، اختناق هست، سانسور هست، اول اتفاقی که میفته این است که هنر و ادبیات اصلا خاموش میشه، مثل لاک پشت میره زیر لاکش، چیزی بیرون نمیاد. شما خوب دقت کنید ببینید درست از موقعی که در ایران آقای دکتر امینی آمد گفت فضای باز سیاسی، عملا هم دیدند که دیگه مخالفین سابق رو نمیگیرن ببرن زندان به دلیل روزنامه خوندن و چه و چه، یه مقدار واقعا فضا باز شد. تمام هنر دوره محمد رضا شاهی ما محصول دهه 40 تا 50، بعد از 50 به بعد ادامه اونه، یعنی آدمایی که این دهه پرورید رو کرد در نقاشی، سینما، شعر، نویسندگی، مجسمه سازی، در تمام این رشته ها تو این یک دهه ما یهو یک شکوفایی داشتیم. شما در هیچ دهه‌ای نمیتونید پیدا کنید که توش فروغ فرخزاد، اخوان ثالث، سهراب سپهری، نادر نادرپور، احمد شاملو یه جا داشته باشید و یه قول دیگه مثل ابتهاج. اینا همه این دهه چهل هست، خلق شده یه دهه 40 و بعدم در دهه 50 ادامه داشت. بعد در دوره جمهوری اسلامی چون فضا عوض شد، هنجارهای دیگری به جامعه دیکته شد، در نتیجه اون آدمی که هر هنری داشت میخواست تطبیق بده و نمیشد، خفه شد، ساکت شد. چیزی که رشد کرد سینما بود. وگرنه شما میتونید به من یه نویسنده، البته هزاران نفر الان نویسنده هستن، ولی یه نویسنده در سطح نویسندگان دهه 40 که ظهور کردند نشون بدید، یا یک شاعر؟ نه، مطلقا نه، نمیشه. بنابراین به راحتی میشه گفت دوران انحطاط فرهنگی. در دوران انحطاط فرهنگی همه جور انحطاطی هست،
دستت که نمیرسد به بانو، دریاب کنیز مطبخی. همینجور، بله، من این مستحکنگویی رو میبینم، اینی که شما بهش اشاره میکنی، برای اینکه میدانی نبوده برای حرف حساب زدن. اون چی که مونده اینه جواز عبور داره. آخه یه وقتی با این دوست مشترکمون من کلکل میکردم، اونم که آدم لجبازیه، میگفتم که این خوب بود که این شورای رادیو بود، اقلا دست می بود، ولی او معتقد بودش که نه، اون بد بود، برای اینکه نمیذاشت آدما شکفته بشن، راه رو میبست، فقط یه عده خاص میتونستن همواره توی دایره بسته حرکت میکرد. نمیدونم حرف او درست بره. در این مقوله من با شما موافقم. ببینید، این طور است که میتونسته یک رادیویی وجود داشته باشه بگه پرنسیب من اینه که من فقط گلهای رنگارنگ درست میکنم، گلهای جاویدان درست میکنم، کار دیگه هم نمیکنم. اما اگر یه رادیوی دیگری وجود داشت که اون رادیو میگه من استعدادهای جوان رو میارم و کارشون رو عرضه میکنم، میخوای ببین، میخوای نبین، ما مشکلمون اونجا بود. ما یک رادیو داشتیم، هنوز هم یه رادیو داریم. چرا؟ ولی افغانستان ببین چند تا رادیوی تلویزیون خصوصی داره، همین افغانستان زیر طالبان شنیدم به صد داری میرسه الان. همیشه از ما جلوتر بودن. بله، نه، از نظر دموکراسی واقعا اینطوره، از ما جلوتر بودن. بله، از بسیاری جهات افغان ها از ما جلوتر بودند. اون موقعی که حالا حرف و حرف آمد، ولی همیناست، بس همیناست به نظر من. موقعی که انگلیس ها آدم های ما رو می خریدن، بهشون مواجب ماهانه می دادن، باش قرارداد می بستن که تو بیا نوکر من باشو، در این پستی که هستی، در این شغلی که هستی، آنچه که به دستور میدن رونوشتش هم بده به من، فقط همین، و بعد آنچه که من میگم اونطوری برو جواب بده. مثلا سفیر ایران رو که میفرستنش به انگلستان، اونا اونجا 11 ماه این سفیر رو نگه میدارن، بهش یه کمی انگلیسی بلد بوده، یه خود هم اونا بهش انگلیسی یاد میدن و بعد آموزشش میدن که حقوق بگیر انگلستان باشه. مکاتبات این آدم هست که میگه من پیر شدم، نزدیکه که بمیرم، خواهش میکنم این مستمری من رو بعد از من به پسرم بدید. و مکاتبات وزارت امور خارجه انگلستان هست که میگن نه، ما نمیتونیم این پول رو به پسرش بدیم. همه اینا نامه هاش، تلگراف هاش، همه اینا هست. خب در نتیجه این آدم رو میارن در تهران و پشتش رو میگیرن، اینو میکنن، یعنی میرن پیش شاه، به شاه میگن آه این سفیری که فرستادید به انگلستان آبروی دربار شما رو خرید، عجب انسان فرهیخته‌ایه، عجب آدم با سواد و با شعوریه. به این ترتیبات یارو رو کنن وزیر امور خارجه، وزیر امور خارجه حقوق بگیر انگلیسی، نخست وزیر حقوق بگیر انگلیسه، سایر وزرا به همین شکل حقوق بگیر انگلیسن. شازده های قاجار که نیازی ندارند، این مملکت چپاول کردند، به ارث بردند، اصلا همه حقوق بگیر انگلیسن. من حتی نامه ای از وزارت خارجه انگلیس به سفیر انگلیس با آقای مکنیل دارم، دیدم، ندارم، دیدم که نوشته شما بین شازده ها و کارکنان دولت و افراد سیویل خیلی دوست فراهم کردی، حالا برید به سراغ روحانیت، چند تا دوست در از بین جامعه روحانیت برای با پیدا کنید. این چیزی تو افغانستانی نمیبینی؟ آه افغانستان؟
در همین دوره، در همین دوره یک بار یک پادگان نظامی در اونجا درست شد به خاطر حفظ مستعمره هند. افغان ها ریختن 4000 سرباز و افسر انگلیسی رو یک شبه سر بریدن. و از اون به بعد هر چی انگلستان به دولت افغانستان پول داد، اسلحه داد، محبت کرد، گفت اجازه بدید ما یک سفیر داشته باشیم، ما تو مملکت شما مثل سایر جاها یک سفارتخونه داشته باشیم. در تمام طول یک دوره 80 ساله حداقل جواب دادن که این افغان ها میزنن سفیر شما رو میکشند، ما شرمنده میشیم، چون میدونستن که اینا توطئه گرند، تو مملکتشون راهشون هم ندادن. اون افغانستان میدونم خیلی پستی بلندی ها طی کرده، مسئله روسیه هم پیش آمده، نمیدونم این جنگ های داخلی هم شده، ولی شما بدونید عاقبت اون کشور خیلی خیلی زیباتر از عاقبت ما خواهد. یک افغان حقوق بگیره انگلیس شما نمیتونید تو دکن. حتی برای اینکه یار گیر بیارن یا آدمی که بابا برادرش پادشاه شده در کابل و این با برادر دشمنی داره، فرار کرده رفته به سمرقند و بخارا و مهمون امیران اونجا شده و سالها داره 8 سال اونجا زندگی میکرد به صورت تبعید که اگه میامد برادره میکشتش. این مکاتباتی داشته با یه برادر دیگرش، با اون تو نامش با اون برادرش نوشته که کسی که میتونه از ما حمایت کنه و جان ما رو نجات بده انگلیسان. از اونجایی که تو این منطقه بزرگ خاورمیانه اگر آب از گلوی کسی پایین میرفت انگلیسان میفهمیدن، این نامه میفته دست انگلیس ها، انگلیس ها میفهمن که این آدم افغانی که الان در سمرقند داره زندگی میکنه این ارزیابی رو داره نسبت به انگلستان، میرن سراغش، میگن ما به تو کمک میکنیم، پول میدیم، اسلحه میدیم، برو حکومت کابل رو بگیر. این کارم میکنم. اما یک مجموعه یادم نیست کجا هست، یه مجموعه است مکاتبات سفیران انگلیس و با وزارت خارجه انگلیس و سفیران انگلیس و وزارت خارجه انگلیس با نایب سلطنه انگلیسی هند در هندوستان. تمام این نامه ها نشون میده که این آدم رو که بهش کمک کردن اومده شاه شده، مطابق نظر اینا حاضر نیست کار بکنه. و یه نامه نوشته برای پادشاه انگلستان، پادشاه انگلستان رو نصیحت کرده که بگذارید مردم به استقلال حکومت کنن، من میدونم تو افغانستان چیکار باید بکنم، شما نمیدونید، بی خودی حرفا چیه میزنید. صفحه نامه نوشته پادشاه انگلستان، خودش آدم میدونسته، علی‌رغم این که بهش پول دادن، اسلحه دادن، اومدن شاهش کردن، باز میخواد مستقل حکومت کنه. خیلی تفاوت داره با رجالی که در عهد قاجار ما داشتیم. و این طعم رو، این مزه رو پراکنده کرده در سر تا سر ایران. شما میدونید من خودم وقتی بچه بودم پای حرف بزرگترام میشستم، 5-6 سالم بود اون موقع عرض میکنم، پای حرف بزرگترام میشستم، متوجه میشدم که باید سایه دست انگلیس پشت سر یه نفر باشه که ترقی بکنه. حرفای آدم گنده ها
در سال 1320 22 23 این چنینی بود، ایمانشون عقیدهشون این شکلی بود، سیاستشون این بود. انحطاط مثل یه هشت ضلعی از اضلاع مختلف وارد میشه و صدمات خودش رو میزنه. این عدم استقلال و بعد اینکه یه روزی برسه این عدم استقلال انقدر بره بالا 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 که استقلال اصلا معنی خودش رو دست بده، یعنی مردم بیان تو خیابونا فریاد بزنن استقلال، اما نمیدونن که این استقلال چیه. آزادی همینطور، وقتی میگیم این انحطاط فرهنگی یعنی این. امروز در جامعه ایران من اطمینان دارم اگر شما 100 نفر دانشگاه رفته رو ازش سوال کنی که ایران در چه شرایطی مستقل خواهد بود، متوجه میشه که معنی استقلال رو درست درک نکرد و همینطور معنی آزادی رو. برای اینکه تا جایی که خودش آزاده و هیچ خطری تهدیدش نمی کنه دنیا رو آزاد میبینه، نه ایران رو، بشریت رو آزاد میبینه. حتی با چشمش هم میبینی که اومدن همسایه رو گرفتن بردن، کتاباش هم جمع کردن بردن. مثلا به این مجموعه میشه گفت انحطاط فرهنگی، چون این انحطاط فرهنگی ضایعات فوق العاده زیاد هست که یکی از ابعاد کوچیکش هم نیست که شما دارید میفرمایید. بله من با حرف شما 100% موافقم. ممنونم از بسیار یاد میگیریم از شما و سپاس گزارم. بیش از این قصدتون نکنین دیگه آقا، خواهش میکنم آقا، هفته دیگه دوباره با شما بتونیم حرف بزنیم. از اینکه مهر میکنی و این فرجه رو به ما میدی صمیمانه از شما تشکر میکنم و مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت آرزوی بهترین دارم. ممنون. خیلی ممنون. من از شما تشکر میکنم که ما رو دعوت میکنید به گفتگو. ممنونم از حضور شما. در جمعی هم در خدمت هم و فنانمون هستیم. ممنون. ساعت خوب و خوشیست. تشکر از شما. ممنون. بها دوستان شنیدیم فرمایشات جناب آقای شاهینپر نازنین رو. امیدوارم این صحبت‌ها نیست کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه ها چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش های مختلف سایت استفاده کنن. از اینکه همراهی کردی از تک تک شما سپاسگزارم. ماه به پایان خودش نزدیک میشه، ماه پرخرج کریسمس و هدیه میخری برای دوستان، اما ما رو هم فراموش نکنید. ممنون.